پابلو رواس، جوان 18 ساله اهل سویل اسپانیا، از بیماری فلج مغزی ناشی از سندروم وست یا اسپاسم کودکی رنج میبرد. او با این حال دوست دارد به همراه پدرش خوزه مانوئل که معلم دبیرستان است و از سال 1997 تا کنون میدود در مسابقات ماراتون شرکت کند. پابلو این فرشته‌ای که میبینید با محدودیت‌های زیادی روبروست. او تحت مراقبت فیزیوتراپ و متخصص گفتار درمانی است و در مؤسسه ویژه تحصیل میکند. اما همه ما آموخته ایم که باید دورتر از آنچه انتظار میرود پرواز کرد. پابلو و پدرش در مجموع 6 بار با هم در شهرهای سویل، مادرید و نیویورک در ماراتون شرکت کردند. توجه و اهتمام آنها به ورزش سبب شد تا 2 جایزه ویژه از مجله اسپورت لایف و روزنامه لاراسون دریافت کنند و سوی برگزار کنندگان ماراتون مادرید نیز مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند. آنها همچنین در سال 2017 نامزد دریافت جایزه شاهدخت آستوریاس در بخش ورزش بودند. حال خوبی که او هنگام مسابقه دارد یک هدیه آسمانی است. من در مسابقات پاهای او هستم و او قلب من. آنها در طول مسابقه باید ابتدا بر حریفانی چون سلامتی و امکانات غلبه کنند. خوزه مانوئل در نزدیکی منزل توقف می کند تا از سوی خانواده و یکی از فیزیوتراپ های پابلو که آنها را همراهی می کند کمک دریافت کنند. پدر پابلو پس از 34 کیلومتر دویدن به علت گرفتگی عضلات و دریافت ماساژ می ایستد. او به دلیل مصدومیت چند وقتی است که خوب تمرین نکرده و به همین دلیل زودتر از حد معمول دچار گرفتگی عضلات می شود. اما این مسئله برای او نگران کننده نیست. هدف تنها لذت از مسابقه است. تماشاگران با شور و شوق پدر و پسر را به دلیل تلاش و هیجانی که در طول مسابقه دارند تشویق می کنند. پابلو نیز با فریاد شادی و حرکات دست به ابراز احساسات تشویق کنندگان پاسخ می دهد. پابلو و پدرش پس از 5 ساعت و 18 دقیقه دویدن به انتهای مسیر مسابقه میرسند و از خط پایان عبور میکنند. عبور از خط پایان با پابلو همچون رویای تجربه یک ماجراجویی است.